نخستین هفته فرهنگی حضرت ابوالفضل علیه السلام در آلمان به همت آستان مقدس عباسی و با همکاری دانشگاه گوتینگن کار خود را آغاز کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس عباسی، احمد رازی الهاسینی نماینده این آستان مقدس در اروپا در افتتاحیه هفته فرهنگی مذکور در آلمان با اشاره به برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های متعدد در ارتباط با همزیستی مسالمت‌آمیز و تسامح و پذیرش دیگران در طول سالهای متمادی تصریح کرد برخی از سخنانی که در این کنفرانس ها گفته می شود عباراتی است که بیشتر جنبه تعارف دارند وی با بیان اینکه واقعیتی که امروز در آن زندگی می کنیم، ما را بر آن می دارد که دین را از سیاق علم، عقل، معرفت و تجربه بشری بررسی کنیم گفت می توانیم بگوییم دین زمانی زنده و پویا بوده اما امروز نه تنها بیمار است بلکه به سرطانی کشنده مبتلا شده است حسینی در ادامه افزود امروز همگان را به شناخت ادیان مختلف دعوت می کنم و اگر بگوییم کسی که تنها یک دین را بشناسد گویی هیچ دین را نشناخته و کسی که تنها یک زبان را بشناسد گویی هیچ زبانی را نمی صحیح است وی همچنین اظهار داشت بررسی ادیان و مذاهب و مقایسه آنها با یکدیگر می تواند تا حدی زیاد در کاهش تعصب و تنفر کسانی که نگران میراث بر مانده از مذهب خود هستند تاثیرگذار باشد. شایانه ذکر است این هفته فرهنگی در شهرهای برلین، فرانکفورت و کوتینگن آلمان برگزار می شود و برگزاری کنفرانس پژوهشی سه روزه در دانشگاه کوتینگن با عنوان آموزش علوم اسلامی بین آستان مقدس عباسی و دانشگاه کوتینگن از جمله برنامه‌های این هفته فرهنگی است